یه سری از نقد ها هستند که نقد های سازنده یعنی یک انسانی که علاقمند که شما رشد کنی اشتباهی رو در شما میبینه اتفاقی که نباید انجام بشه رو شما انجام میدی تصمیم اشتباهی میگیری کار اشتباهی انجام میدی با توجه به این که میخواد تو رو اصلاح بکنه با توجه به این که تو رو دوست داره و نمیخواد که این رفتار از تو سر بزنه شاید غفلتی درش هست شاید شما متوجه این اشتباه نیستی میاد و شما رو نقد میکنه این نقد سازنده یک نقد ارزشمند هست اصطلاحا رسول الله علیه و السلام در قوانین اسلامی بهش میگن نصیحت و تأکید زیادی هم برش شده که این نصیحت در واقع اتفاق بیفته و تشویق شده در قوانین اسلامی که ما همدیگر رو نصیحت کنیم حتی رسول الله علیه و السلام مؤمن رو در واقع آینه مؤمن دیگری میبینه و میگه که ما در المؤمن و مرآت و اخیه یعنی آینه برادرش هست این مرآت چی کار میکنه این آینه چه کار انجام میده شما رو واقعیت خودتون رو بازخوردش رو در یک صفحه شیشه که تصویرتون دیده میشه میبینید و این میشه شما خودتون رو میبینید پس تصمیم میگیرید اشتباهات خودتون رو آن لکه ای که بر صورتتون هست نمیدونم موتون اگه خراب شده حالا اونایی که مو دارن البته پیرنتون اگر لکه ای داره نمیدونم فرم پوششتون به هر حال آن چرا که در آینه میبینید سعی میکنید که خوب ارائهش بکنید خوب جلوش بدید بدی ها ازش بپوش بزدایید این اتفاق رو تشویق شده در اسلام که انجام بیا انجام بشه و قطعا این اتفاق توسط انسانهای دانا خیر و نیکوکار میفته وقتی کسی نقد سازنده ای بر انسان میکنه وقتی بهتون میگن آقا این حرفی که زدی خوب نبود کاش اینو نمیگفتی اگر این کارو نمیکردی بهتر بودا اما یک مسئله در این نقد کردن هست و اونم اینی که قوانین داره اینجور نقد کردن ها. نباید در جمع اتفاق بیفته نباید این این امام شافعی الا من شعرش یادم نیست نقدی بر همین موضوع میکنه که اگر تو میخوای کسی رو نقد یا نصیحت بکنی باید خصوصی اتفاق اتفاق بیفته و جوری باشه که آبروی طرف رو نبری به خاطر اون اشتباهی که کرده تلاش تو بر سازندگی است پس نقد تو سازنده پیش ببر این بخش از نقد ها باید مورد مسرت ما باشه باید اگر چه میگم نقد کردن و اینکه یک نفر عیوب شما رو بگه کمی در ما چیز ایجاد میکنه و این یک نفس انسانی است و قطعا این اتفاق میفته کمی دلخوری به بار میاره اما اگر با اصولش اتفاق بیفته و با اطفع بلتیه احسن و جادل هم بلتیه احسن این بلتیه احسن یعنی به بهترین شکل شما نقد کنید با آرامش با خوبی با لبخند یه نفر بیاد پیش شما بگه این کارت اشتباه بود تو با این روشی که داره پیش میری ممکن این مشکلات برات پیش بیاد این کارو نکن اینجوری خودتو جلوه نده جلو جمع اینجوری نباش نمیدونم حالا هر نوع نقد سازنده این متنی که نوشتی متن خوبی نیست این کلمات استفاده نکن علیه به ضررت تموم میشه توی این شبکه اجتماعی کامنت نذار عضو این شبکه نشو چهرت رو خراب میکنه سعی کن که هر چیزی رو ننویسی اینا نصیحت است که اگر به تکی به تنهایی اتفاق بیفته یک نفر به خوبی به یه نفر بگه اگرچه که ممکنه ای به ناراحتی ما بیانجامه کمی دلخور بشیم اما مطمئن باشید که اگر در راه سازنده باشه سازندگی ما باشه و این نقد نقد سازنده باشه هیچ نباید دلخوری ازش پیش بیاد و این جزء وظایف ماست جزء وظایف انسان هاست که به هم دیگه نقد های سازنده داشته باشند